شما چگونه است آقای رشیدی گرام؟ ایدئال های من به مقاومت دلیرانه مردم کردستان برای پاسداری از هویت و از سرزمینشون مفتخرم و درود میفرستم و فکر میکنم جنبش برحق مردم کردستان باید به حضور فعال خودش در تمام زمینه ها به ادامه بده و فعالیت های خودش رو گسترش پیدا بکنه و من فکر میکنم که سرنوشت مردم کردستان ایران به دیگر مردمان در ایران و ملیت های دیگر ایرانی گره خورده است و به عموم مردم ایران هم به ویژه به مرکز نشینان یا به نیروهای سراسری به سخنم بیشتر با اونا که عینت یو برداری که به خاطر دروغ پردازی های جمهوری اسلامی ایران شما این عینک ها زدین. مردم کردستان ایران جزو فعالترین و مبارزترین و رشیدترین مردمان ایران هستند که برای به زیر کشیدن استبداد و حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران همیشه در میدان بودند و در میدان خواهند موند. در جنبش سبز کسی دست به اسلحه نبرده بود، حتی افرادی از داخل این جنبش به سر بیرون آوردند که پایه های در ریزی و شکلگیری جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار به سزایی ایفا کردن، نسلی مورد تجاوز و تحقیر و تنبیه و تبعیض قرار گرفتن که زیر سایه و بمباران ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران بزرگ شده بودند، درس خونده بودند و در مدرسه هایی که جمهوری اسلامی ایران هر روز اونها را تنپاشی ایدئولوژیکی میکنه تحصیل کرده بودند، ولی به جمهوری اسلامی ایران فقط نه گفتن یا گفتن رأی ما کن. شما چه برخورد خشنانی با اونها شد؟ پس آنچه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا امروز به خدمت در واقع تاریخ نگاران قلابیش میفرسته همه جای دنیا هم بزرگ پیدا میکنن و متاسفانه خیلی جا و بیگه اینم یادآور بشیم جاقای مشیری در لس آنجلس هم که شما تصدیم دارید اینها استقبال گرم از اونها میشه، ولی اینها در میان مردم کردستان هیچ گونه پایگاهی ندارن، حتی بیش از 2 میلیون کرد در تهرانن، ولی وقتی که یک کنفرانس خبری یا رونمایی کتاب‌هاشون صورت میگیره 17-18 نفر اونجا حضور پیدا میکنن، اونم بیشتر به چالش میکشن و نسبت میکنن این تاریخ نگاری. و این تاریخ نگاری هم که شما اشاره کردید من اشاره بکنم خیلی مهمه. مردم ما سالها پیش گفتیم که این افرادی که میان و راحت میزن و تاریخ نگارن و به همه جا سر میکشن عوامدین جمهوری اسلامی ایرانن. امروز در آستانه 35 سال انقلاب 50 هستیم و یه سریالی ایجاد شده به عنوان پهلوی دوم که تمام این کردستان در واقع حکومت سابق این عاملین جمهوری اسلامی رفتن در خونه هاشون از اون فیلم برداری کردن، اینا رو آقای رشیدی کردن بیت من که مثلا از طرف کتابخانه کنگره آقای رشیدی آقای رشیدی برای تاریخ شفاهی ایران. آقای رشیدی اجازه بدید در باب این مطلبی که اشاره فرمودید، چون مطلب مهم هست، در یک موضع دیگر صحبت کنیم چون وقت ما تمام شده. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم دوست گرامی، بسیار مرحمت فرمودید و مجدد با هم سخن خواهیم گفت. بسیار ممنونم از شما. از وقتی که در اختیار من گذاشتید بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که فرصت باشه به ویژه در رابطه با این مسئله در برنامه های آتی با هم دیگه بحث و گفتگویی داشته باشیم. به بینندگان محترمتون درود میفرستم و شب و روز خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم. درود بر شما، بسیار ممنونم از شما هموطنان گرامی. وقت ما در اینجا به پایان رسید. صحبت میکردیم با آقای رحیم رشیدی فعال سیاسی، سخنانشون رو شنیدید. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه فرمودید برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر که دوشنبه خواهد بود. درود بر شما. جاوید ایران زمین.